سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان در ایام همچنان نوروزی، نوروز خجسته ایرانی که حکومت برآمده از انقلاب از همان روزهای نخست، از نخستین نوروز پس از انقلاب ضدیت خود رو با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی به ویژه نوروز آغاز کرد. اما نوروز همچنان پایدار در ادامه راه و مردمانی که اگرچه دلشاد نیستند ولی سنت‌های دیرینه میهن خود و آداب و رسوم اون رو برگزار کردند. در این میان پرسشی هست، اینکه بر زندانیان سیاسی چه می‌گذرد؟ زندانیان سیاسی که بخشی از عمر آنان از جوان و تا نسبتاً کهنسال در زندان‌های حکومت فقیه فرسوده می‌شود، چه روزگاری دارند در این ایام؟ به این موضوع نیز خواهیم پرداخت و ضدیت روحانیون حکومتی، ملایان حکومتی با روحانیت، آنچه که به اطلاع روح مربوط می‌شود در آیین‌ها و مذاهب گوناگون و مکاتب فلسفی گوناگون و هر آنچه که در این مسیر است، آیا ذره ارتباط میان حاکمان کنونی ایران، مؤممین و غیر مؤممین، مکلاها یافته ای؟ میابیم. باز هم پرسشی. میهمان تفسیر خبر سرکار خانم فاطمه سپهری هستند از خراسان. سرکار خانم سپهری که برادر گرامی ایشون محمد حسین سپهری در زندان هستند و همسر ارجمند ایشون در جریان جنگ 8 ساله تحمیل شده به دو ملت ایران و عراق جان خود رو از دست دادند. میهمان شما هستند در کنار 7 سینهای گرامی شما هر کجا که هستید در ایران و خارج از ایران. نوروزتان خجسته باد، همه اقوام ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان گرامی ملت ایران هستند. خب، در خارج از مرزهای ایران، در کردستان عراق و شهرهای دیگه عراق و همینطور در ترکیه، در تاجیکستان، افغانستان، با دلهای ناشاد در افغانستان در حکومت طالبان که نوروز رو ممنوع اعلام کرده و در جمهوری آذربایجان و جای دیگه جهان مراسم نوروزی برپاست و ویدئویی رو که دیدید در جمهوری آذربایجان بود. به اتفاق همکارانم و بینندگان تفسیر خبر، سرکار خانم فاطمه سپهری، ضمن خوش آمد به شما نوروز رو خجسته باد میگیم و آرزوی سال خوش برای شما و خانواده گرامی داریم. سلام به شما. سلام به شما آقای سالنگی، همکاراتون و همه بینندگان و شنوندگانی که در این برنامه
صدا و تصویر من رو دارم. منم به سهم خودم سال نو رو تبریک میگم. سال 2581 که بسیار سالهای خوبی رو پشت سر گذاشتیم با این فرهنگ، ولی جمهوری اسلامی از وقتی اومده این سالها رو برای همه ما، همه مردم ایران، روزهای تلخ و سختی رو رقم زده. امیدواریم که روزهای خوب در پیش باشه. امیدوار هستیم. خانم سپهری گرامی، قبل از هر چیز از برادر نازنین و بقیه زندانیان تا اونجایی که خبر داریم، یعنی در این ایام نوروزی خانوادهشون چه میکنن؟ همسر پدرشون زندان هستن، دختر نازنین، فرزند نازنین محمد حسین سپهری و همسر گرامیشون و بقیه زندانیان که شما اطلاع دارید، از شما میپرسیم در این ایام نوروزی. اکثر دوستانی که الان زندان هستن، خب تا یک حدی خانواده ها میگن که چه اتفاقی افتاده و مثل آقای لاله محمدی که بازم همچنان ما بیخبریم، نمیدونم به چه دلیل خانواده هیچ اطلاع رسانی نکردن، ما هم خبری نداریم. ولی برادر خودم که از 20 مرداد 98 زندان بودن، الان 32 ماه زندانن و اوایل اسفند بود که من ازش خواستم که 2 خونه نیستی ایام عید، مرخصی تقاضا کن، و 4 اسفند تقاضا کرده بود. ما 15 اسفند رفتیم برگه گرفتیم، 17 مدارک بردیم چون گفته بودن موافقت شده بگو خانوادت پیگیری کنن. و من که رفتم روز 17 اسفند گفتن تا 2 دیگه با شما صبر کنیم تا در کمیته ستادی مجرمین خطرناک پرونده آقای سپهری بررسی بشه. و متاسفانه همین چند روز پیش اومدن مسئولین زندان از آگاه بودن که پرونده شما رسیدگی شد و برای شما مرخصی تعلق نگرفت. و چون شما روز عید هم اومدی پیام دادی، صحبت های خامنه ای که شب سال تحویل اومده صحبت کرده، شما هم نظر خودتو گفتی، این کار خلاف بوده. و شما هم به بعد روزی 2 یعنی شما میرید 2 خود به خود قطع خواهد شد. الان 5 که برادرم با 2 تماس میگیره و برادر من الان نباید بیاد مرخصی چون بهش تعلق نگرفته. من از این تریبون که دارن دنیا میبینه، خارج و داخل کشور میبینم، تقاضا میکنم از اون فردی که عمر و پرونده محمد حسین سپهری رو بررسی کرد و به اون تعلق نگرفت مرخصی. اگر انسانه، اگر شرف داره، بیاد اون هم جلو دوربین بشینه و بگه جرم محمد حسین سپهری چی بوده که الان بعد از 32 که بی گناه در زندانه. برای مرخصی حتی برای 5 ما راضی بودیم که برادرم بیاد و بچه هاشو ببینه. بچه کوچیکش وقت برادرم زندان رفت هنوز 5 نبود، الان کلاس 2 ابتداییه. پسر بزرگش 12 بود. 2 بچه کوچیک داشت برادر من. از قبل از اینکه برادرم بره زندان انفصال خدمت بهش دادن از کمیته تخلفات اداری و به برادرم تهمت زدن، برادرم رو دستگیر کردن. در تیر ماه سال 94 در تیر ماه 98 قبل از اینکه برادرم زندان بره، یک زندانی شرور قاتل معتادی رو جمهوری اسلامی آزاد کرده بود که مدتی میامد شبها در خونه برادرم مزاحم میشد. الان در یوتیوب هست، در گوگل بزنین هست که فیلمی که آخرین جلسه برادرم ازش گرفت، یک فرد معتاد با ساتور در خانه برادرم رفته بود و تعقیب کرده بودن همراهیای برادرم، در خونهشون رو پیدا کرده بودن. برادرش اومده بود بیرون از خونه و گفته بود این زندان بوده و اصلا هم قرار نبوده بیاد مرخصی. الان 1 اومده، ما نمیدونیم برای چی اومده و چی هدفی داره. به اون تعلق گرفت مرخصی که بیاد و آقای سپهری رو ترور کنه، ولی به آقای سپهری تعلق نگرفت که بیاد بچه هاشو بعد از 32 ببینه. خب بعد اشاره کردن خانم سپهری، آقای محمد حسین سپهری آموزگار ارجمند، معلم ارجمند ایرانی که در جاهای کشورهایی که حساب کتابی در کار هست
از زندگی مرفعی برخوردار هستند، دارای اتحادیه سندیکا هستند در این آمریکا، جای دیگه، حتی همون کشورهای اطراف ایران. آقای هاشم خواستار، آقای عباس واحدیان شاهرودی، آقای محمد جواد لعل محمدی، اسماعیل عبدی، آقای جعفری، آقای مرتضوی، اینها همونطور که فرمودند اگر جرمی مرتکب شدند که گفتن اقدام علیه امنیت ملی از این حرفا، بیان در دادگاه علنی بیان اینجا توضیح بدید. بیان این همونطور که دعوت کردن خانم سپهری در همین تفسیر خبر بیان توضیح بدید که چرا آقای محمد حسین سپهری باید در زندان باشه و بقیه در شب عید. واقعا من در مقدمه خانم سپهری اشاره کردم این اقراقه که نیشه روحانیت، یعنی کسی که با اطلاع روح کار داره، سر و کار داره، حالا هر مکتبی، هر مذهبی، هر دینی به چنین افرادی عنوان روحانی داد. واقعا اینا انسان نیستن، اینا مسلمان نیستن، اینا کافر هم نیستن، اینا همون منافقینی هستن که در صدر اسلام پیامبر اونا رو اسم برد و گفت از همه خطرناک منافقینن. اینا هیچ دین و هیچ مذهبی ندارن، به دروغ بر مال و جان ملت ایران مسلط شدن 43 ساله و هر کاری که دوست دارن انجام میدن به نام روحانیت. دروغی بیش نیست، اینا روحانی نیستن، اینا انسان نیستن. خب میبینیم از همون آغازم، شما اگر اشتباه نکنم تاریخی رو به کار بردید که سال شاهنشاهی هست اگر اشتباه نشنیده باشم، ولی اینها اگر لازم دونستید و مایل بودید توضیح خواهید داد. اما از همون روز نخست ما قبل از انقلاب نداشتیم سخنان یک از آیت الله ها، کسانی بیان علیه نوروز و اهانت بکنن به مردم ایران، به سنت های ایرانی، به آیین های ایرانی. اینا چنین کردن ولی ظاهرا هم به جایی نرسیدن، همچنان نسل جوان ادامه دهنده همون سنت هاست و برگزار کننده. از شما میشنویم شکستی در کار بوده، کدوم طرف شکست برده در این زمین؟ جمهوری اسلامی از همون ابتدا که اومد با تمام آداب و رسوم ایرانی ها مخالفت کرد، از عید نوروز، از سیزده بدر، از چهارشنبه سوری، از همه اعیادی که ما ایرانی ها داشتیم، چون با فرهنگ درست یک انسان مخالفن. اینا با دروغ و خدعه و فریب و نیرنگ اومدن و الان هم حرفی دیگه برای گفتن ندارن. حالا چهار تا شاید مثل خودشان بشینن پای منبرای اینا و حق اینا رو گوش بدن، ولی اکثریت مردم با رفتار اینا، با عمل اینا، با کردار اینا، با نهان و پنهان اینها که همه چی افشا شده، الان احدی از انسانهای روی زمین، از انسانهای در ایران، هیچ کس اینا رو قبول نداره. هیچ کس از مردم ایران اینا رو قبول نداره. حالا چهار نفری که دور اینا هستن که خب مثل خود اینها فکر میکنن شاید، ولی اکثریت مردم بیزار از هر چی روحانیه به نام جمهوری اسلامی، به نام پیرو ولایت فقیه، از هر چی از امثال اینها هست ما متنفریم. از روزی که اینا اومدن جز آتش و خون و بدبختی چیز دیگری نبوده. جنگ ایران و عراق رو اینا 8 سال ادامه دادن. همون هفته اول بعد از حمله که حالا تحریکش هم به توسط خمینی بود، عراق متوجه شد و تقاضای آتش بس و تموم شدن جنگ. ولی اینا اومدن بی شرف ها 8 سال ادامه دادن. الان از روزی که انقلاب اومد جز مصیبت چیز دیگری نبوده، انقلاب نبود، مصیبت بود، بدبختی بود برای مردم ایران. الان هم که داریم میبینیم مسئول بنیاد شهید خامنه ای بلند شد رفت به عراق، گفت ما میخوایم بریم خانواده شهدای عراقی رو سرسامون بدیم. بعد از اون همه منبر و زره و اون همه ساخت سازی که به بهانه عتبات و عالیات بردن از طول مملکت، اینا مملکت ما رو غارت کردن، مملکت ما رو انگار میگی اینا غنایم جنگی دست اینا افتاده، بدون حساب کتاب به هر کس که میخوان میبخشن. الان باز امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه خامنه ای رفت به لبنان که برای اونا آب و نان اونا رو باز مهیا کنه، برق برای اونا مهیا کنه.
این همه بچه‌ای که از تحصیل باز مونده، این مدرسه هایی که داریم همیشه میبینیم در مناطق سیستان و بلوچستان و در سراسر ایران، فرقی نمیکنه، کشور رو نابود کردن، اینا رو نمیبینن. حسین امیر عبداللهیان پول کیو برداشته رفته لبنان، داره میگه اگر دولت لبنان اجازه بده ما خرج اونا بکنیم. این پولا مال کیه؟ کی دست حسین عبداللهیان سپرده که این بره اینجوری خرج کنه؟ بله، یه باره چپالگر دوزی هستن. گفته میشه که یک مقداری از همین پولای اسپاندایست که انگلیس در برابر آزادی نازنین زاغری، خانم زاغری، تحویل ملایان داده. و اما پرسش من این هست که واقعا اونطور که مثلا مطهری آمد و توهین کرد که این چهارشنبه سوری یک سری آدمایی به گفته مطهری که میره انجمن سلطنت فلسفه بخت اینو داشت بشینه پای صحبت های هنری کوربن و بقیه، مال احمق هاست، باز مطهری گفته اون پاره دل امام و بقیه. آیا واقعا انسان های متدین، مسلمانان مانند شما و مسلمانان دیگر، آیا واقعا ضدیتی هست؟ سنت ها، آیین ها، دوست داشتن بهار، شکوفه طبیعت که یک جلوه ایست از خلقت برات، و هر نگاهی که نگاه کنیم به رستن گل، شکفتن شکوفه، ضدیتی هست؟ از نظر جمهوری اسلامی و آخوندهای امثال خامنه ای بله ضدیتی وجود داره، چون در اون نه کسی رو میکشن، نه کسی رو تنبیه میکنن، نه کسی رو حقش رو ضایع میکنن، به استقبال سال و ماه و جدید، روزهای جدیدی که بهار میشه، مردم به استقبال خوشی ها میرن. اینا با هر خوشی مخالفن، چون میگن اگه میخواین بر کشوری مسلط باشین، اون مردم اون کشور رو همیشه غمگین و افسرده و گریان نگه داریم. خب اینا میگن اگر مردم شاد باشن، اگر مردم خوشحال باشن، مطالبه حق و حقوقشون رو خواهند کرد. پس ما با هر خوشی، با هر لذتی، با هر امنیتی که وجود داره ما مخالفت کنیم، ما مخالف باشیم با هر جور خوشی. ما در ایام عید جز دید و بازدید، تبریک سال نو و رفتن به طبیعت چیز دیگری هست؟ اینا با همون مخالفن، چون اینا خوشی مردم رو نمیخوان. میدونن با خوشی، خوش بودن مردم، چیزهای دیگه ای مردم از اینا خواهند خواست، چه زمانه همه چی میشن. بله، به هر حال طبیعت همونطور که خدمتتون عرض کردم جلوه است. اون طبیعت از هر با هر نگاهی که به طبیعت بنگریم، جلوه است از آفریننده جهان. هر نوع اعتقادی که داشته باشی، غیر از اعتقادات حتی غیر مذهبی کسانی که دارن، اما به آفریننده، به خلقتی، به آفریننده خلقتی هست جز ملایان. به نظرم میرسه که خانم سپر گرامی در ستیزی که با نوروز و آیین‌های نوروزی داشتن و هم موفق هم نشدن، چون ما الان میبینیم زمان ما به تخت جمشید خیلی کم میرفتن نسل جوان. الان میبینیم ایام ای تخت جمشید و جای دیگه پر است از نسل جوان. این رو چطور ارزیابی میکنی؟ لون ابتدایی که خمینی اومد، خب ما گفت ما میخوایم یک حکومت الله و وعده هایی داد و مردم فکر میکردن، یعنی مردم رو واقعا فریب داد با همون کلمه ای که گفت خدعه کردم، خدعه کرد و مردم رو فریب داد. ولی رفتاری که خمینی کرد و همه واضح و آشکار شد که اینها نمیخوان نه خوشی نه زندگی خوب و مرفهی برای مردم. لذا مردم باز برگشتن به اون اصلی که داشتن. شاید در اون اوایل که اینها اومدن مردم کمی نسبت به این آداب و رسوم و فرهنگ خودشون بیتوجه شدن، کمتر اون رو دیدن و رفتار کردن، ولی در حال حاضر به قول شما الان پا میشن میرن به پاسارگاد، میرن به تخت جمشید، آینای مذهبی خودشون ها، اون آتشکده‌ای که میگن ما با آتش روشنایی رو میخوایم به هم دیگه هدیه بدیم، میان و سال نو رو پاس میدارن. جمهوری اسلامی هرگز موفق نبود، چون واقعا هیچ آداب و رسوم حتی به همون چی که ادعا کرده هم نبود.
مگر نمیگن اینا قطره خونی بریزن انگار ملتی رو کشتن. اینا همون ابتدا که اومدن چند هزار نفر رو بیگناه از ارتشی ها و از افراد دیگری که واقعا جز خدمت به ملت و کشور کار دیگه ای نکرده بودن، بدون هیچ اثباتی از جرم و گناه اونها بلافاصله توسط خمینی و خلخالی کشته شدن، اون پیلانی و امثال اون لاجوردی، اینا جنایت کردن. مردم ابتدا شاید اینا رو پذیرفتن، ولی به تدریج متوجه شدن که اینا دروغ. ولی خیلی به نظر میاد که عمل کرده اینها بو که فارسی صحبت میکنند و خدا دروغ گفتن به بنده های خدا. میباشید من صحبت شما احتمالا قطع کردم به خاطر اینکه رفت و برگشت صدا از واشنگتن به خراسان چندان امروز درست نیست، خواهید بخشید. به هر حال به نظر میرسه که عمل کرده این افراد، عمل کرده این حکومت برآمده از انقلاب عملا شبیه اشغالگران هست. درسته که پارسی صحبت میکنن، درسته که متولد ایران هستن، همین آقای خامنه ای در واقع در خراسان اگر اشتباه نکنم به دنیا آمده و شعری هم میخواند و همه اینها، اما عمل کرده اینها مانند اشغالگران. آخه چطور میشه یک آدمی که معتقد باشه به خداوند، به آفریننده این جهان، به هر دین و مذهبی که داره، چون این کاخهایی رو بسازه برای خودش و کسانش و بعد هر روزم در کنار خیابون بچه ها و کودکان ببینه در کنار خیابون میخوابن، مگر اینکه حق مسلم خودش بدونه و چون اشغال کرده این مملکت و طبق هرچه هرچه. اینو شما واقعا جوابی برای این دارن اگر اعتقادی وجود داره؟ اینا اعتقادی به نظر من اعتقادی ندارن. یه عده اومدن ایران رو اشغال کردن و هر جورم دوست دارن با جان و مال این مردم رفتار میکنن. جمهوری اسلامی همون ابتدا که اومد اولین کاری که کرد با گروگانگیری سفارت آمریکا رو اشغال کردن، تعدادی گروگان گرفتن و حالا الان میفهمیم، الان میشنویم که اینا در تمام این سالها تمام رفتارهای پوتین و شوروی رو اعمال میکردن بر کشور ایران و با گروگانگیری و با رعب و وحشت، با زندانی کردن بیگناهان. ولی متاسفانه جز جنایت چیز دیگری مردم از اینها ندیدن و الان هم همه اینا رو شناختن. کسی نیست که اینا رو نشناخته باشه، که اینا جز دروغ چیز دیگری نگفتن. خانم سپهری گرامی، چه آرزویی برای سال آینده دارید؟ چه آرزویی برای ایران، برای خودشون، برای چه آرزویی دارید؟ رسم این هست که آرزویی در آغاز سال نو چشمنداز چطور میبینید؟ امیدواریم سال 1401 و 2581 شاهنشاهی سال آزادی ایران باشه، سال شکست پوتین، ارباب خامنه ای و ذلت و حقارت خامنه ای و دار و دستش باشه. چون تا اینا باشن ما روز خوش نداریم. امیدواریم هر چه زودتر اینا از بین برن و کشور و مردم ما آزاد بشن از دستیم. سپاس بسیار داریم. اگر سخن دیگه ای هست برنامه خود شماست و ارجمندان مانند شما سخن هست با بینندگان، با زندانیان سیاسی، چه انتظاری دارید از همراهی مردم، چه میتونن انجام بدن در ارتباط با آقای محمد حسین سپهری و هزاران زندانی سیاسی دیگه؟ مردم حق خودشونو مطالبه کنن. من به عنوان خواهر محمد حسین سپهری و خودم زخم خورده جمهوری اسلامی، در اولین فرصت خامنه ای رو خواهم گرفت و این 42 سالی که به من این همه ظلم کرده حتما باید پاسخ بده. هر کس هر مشکلی که داره با جمهوری اسلامی خودش حق خودش مطالبه کنه. برای زندانیان سیاسی خانواده هاشون، برای معتادین خانواده هاشون، برای مشکلات اقتصادی مردمش، هر کس مشکلات خودش رو مطالبه کنه از جمهوری اسلامی.
ما خانواده های زندانیان سیاسی هر کس به سهم خودش مطالبه آزادی عزیزانمون رو خواهیم کرد و پیگیر هستیم، ولی از مردم میخواییم که مطالبه کنن حق و حقوق مسلمشون رو از جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. سپاس بسیار داریم از سرکار خانم فاطمه سپهری گرامی و آرزوی ارجمند ایشون به سال شاهنشاهی اشاره کردند. سالی است که سرآغازش بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هست در دوره هخامنشیان که پیش از انقلاب محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران مراسمی به این مناسبت برگزار کرد و سال شاهنشاهی رو اعلام کرد با ستایش ها و در این حال انتقادهای اغراق آمیز من میگم روبرو شد، اما به هر حال نسل بعد از انقلاب با مراجعه به تاریخ خود به هر حال در جستجوی هویتی ریشه دارتر برای خود و کشور خود و تاریخ خود برآمدند. اینطور نیست خانم سپهری گرامی؟ نسل جدید دلبستگی هاش به آیین ها و سنت های ایرانی و همینطور تاریخ گذشته ایرانی که مغایر با دینداری هر ادیان مختلف هم از اسلام، هموطنان یهودی، هموطنان زرتشتی، بهایی مغایرتی نداره. داره هیچ مغایرت نداره، تمام مغایرت ها مال جمهوری اسلامی و آداب رسوم این آخوندهای بیدین بی انصاف مال مردم خوره آدم کشه. مردم ایران همه در کنار هم، همه با هر دین و مذهب و هر فکر و اندیشه، همه خواهر و برادر و هموطن بدون تردید، همه تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران. با سپاس بسیار از شما، سپاس مجدد از خانم سپهری گرامی و آرزوی سالی خوش برای شما، خانواده گرامی و ارجمند و همه بینندگان عزیز، و با امید به آزادی هر چه زودتر زندانیان سیاسی نه تنها در ایران، در سراسر جهان، و داشتن کشوری شایسته مردمان ایران. سپاسگزار شما هستیم خانم سپهری گرامی. خدا نگهدار. ممنون از شما. خدا نگهدار. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر با یکی از پیام‌های شما عزیزان. آقای این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی زمانبره، طول میکشه، یه شاید 20 سال هم طول بکشه. این عدل اسلامی که میگن اینا، آقای چالنگی، ملا احمدرضا پورخواهان اینو گفته، ملا اینا روزخونا سر قبر که بیان دولت رو بگیرن دستشون، حکومت رو بگیرن دستشون، همینه دیگه. شهردار تهران زنشو با 5 تا گوله کشت، راست داره راه میره، هر میخنده، یه انسانو کشت، پولا داره راه میره. روحلا زم که نه فعالیت مسلحانه داشت، نه کسی رو کشته بود، نه دست به اسلحه برده بود، نه بمبگذاری کرده بود تو کشور، نه قیام مسلحانه کرده بود، گرفتن کشیدن بالا دارش زدن، آویزونش کردن، چون نظرش با اینا مخالف نظر اینا بود، یه نظر دیگه داشت، یه عقیده دیگه داشت، کشیدن بالا آویزونش کردن، دارش میزنن. ولی اینا 176 تا یا مسافر و انسان و کودک و زن و بچه رو کشته عمدن با موشک زده، طرف هنوز معلوم نیست اصلا محاکمه بشه یا نشه، از بالا تا پایین. اصلا برای چی میگن محاکمش کنیم؟ اینا میدونن، بازی میدن. این عدل عدالت اسلامیه؟ یکی حرف میزنه به خاطر عقیدهش جمهوری اسلامی، دارش میزنه، سری دارش میزنه، سری میکشه، اعدام. روح‌الله زم نمونش، خیلی ها، حالا من اسماشونو متاسفانه
ولی یارو که زده به هواپیما رو با دو تا موشک 176 نفر کشته، میگه زمانبر است این آخونده. ما باید ببینیم حالا چی، چون سپاه زده بی خیال اشکال نداره. سپاس بسیار از شما. پیام طولانی‌تر از دو دقیقه خوب قطع میشه. خود به خود نوروزتون خجسته باد. بیننده گرامی که هر هفته برای ما پیام میدید، ممنون هستم از شما. ببینید این عدل خوب طبعا نیست، به طنز شما اشاره کردید و 43 ساله این جریان داره، از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد. یه اشاره ای دارید در صحبت فرمایشاتتون که وقتی ملا اوضاع رو در دست بگیره خب همین نرید. بله، این حرف رو، این سخن شما رو همون روزهای نخست حتی قبل از انقلاب در جریان انقلاب گفته شد که این آقای خمینی ببینید سال 42 چه کرد. من و بسیاری دیگه بودیم که چنین میگفتیم، چنین سخنانی رو، اما با شدت با ما برخورد میشد. حتی کسانی که حقوق خونده بودن، استاد دانشگاه بودن، دارای درجه دکترا بودن در حقوق، تحصیل کرده اروپا بودن، اعتقادات مذهبی آنچنانی هم نداشتن، پیرو آیت الله خمینی از نظر مذهبی نبودن، ولی برحال از چپ و راست و همه اینا هیچ کسی اونجا روزهای نخست که بگیر و به بندها و اعدام آغاز شد نایستاد، نایستاد بگه این درست نیست. شما افسران و امیران ارتشی رو دارید اعدام میکنید، ظرف یک دقیقه محاکمه هم در کار نیست، بعد نماز شکر به جا میارید و همه هم تشویق کردن انقلابیون و ادامه پیدا کرد تا به امروز رسید. یعنی پروبال دادن به این دستگاه و این اوضاع و اینها از همون روزهای نخست آغاز شد. آیا اونا سهمی نداشتن در به وجود اومدن و ادامه چنین اوضاعی؟ گرفتن آخوند، نشوندن بر اریکه قدرت، سکوت در برابره اعدام های نخست انقلاب و بعدن اعدام های بعدی که اینها سلطنت طلبن، اینها فدایین، اینها مجاهدینن، اینها این هستن، اینها کمونیستن، اینها ملیگرا، از این هرچی که هستن وارد این موضوعات شدن، به ما مربوط نیست. اما آرام آرام رسید این تیغ به در خانه های بسیار، زمین ساز شد، شمشیر و تفنگ رو به دست ملا دادن و بعد برای او کف زدن. خوب نتیجه همین میشه که میبینید. و در عرصه بین المللی هم سازش ها و مماشاتی که با این حکومت بوده، حکومت برآمده از انقلاب، کار به جایی میرسه که در جریان همین روزها بوده که از این همه جمعه امم کلمیست گفت به اوکراینی ها در جریان هواپیمای اوکراینی به ما جفا کردن و بقیه موضوع اینا رو میگه. عدالت بده، زمانبر است به گفته این ملایی که اشاره کردید. جا به جای پول نیست که کار یک دقیقه و یک ساعت و یک روز است، میلیارد ها میشه جا به جای. به هر حال ممنونم از پیام شما و توجه شما. پیام بعدی رو میشه. الو آقای چالنگی سلام، من یکی از طرفداران برنامه های شما هستم، از مونتریال کانادا تلفن میکنم. این شعر رو چون که خیلی مناسب اوضاع احوال الانه و نوروزه میخوام بخونم، نمیدونم به برنامه های شما هیچ ارتباط داره یا نه. به هر حال این شعر از مجددین میرفخرایی متخلص به گلچین گیلانیه. میگه به یاد تو ای میهن دوردست، به نوروز هستیم بی باده مست، که یاد تو مسی به ما میدهد، می ناب هستی به ما میدهد. اگر دور هستیم از آن بهشت، گناه کسی نیست جز سرنوشت. یکی باز چون دان ما را کشاند، بر این خاک بیگانه ما را نشاند. به ناچار ما ریشه اینجا زنیم، ولی ما همان دانه میهنیم. به یاد تو ای میهن دور دست، به نامت که نیروی دشمن شکست. تو هرگز نگردی فراموشمان،
سرود تو پیوسته در گوشمان. به ما مهر را بوسعت یاد داد، مگر می رود مهر مادر زیاد. به یاد تو ای میهن نازنین، نشستیم پهلوی این هفت سین. به هر سین سرودی است از باستان، به هر سیب و هر سیر صد داستان. به سنگک نشانی زنی روی تن، به سبزه روان شکوه چمن. به سنجد گل روی. متاسفیم که وقت کوتاه بود و خود به خود قطع میکنه کامپیوتر. ممنون از شما، به شما هم خجسته باد میگیم. سپاس از محبت شما و سپاس از شعرخوانی خوب شما. ممنون هستیم شعری به مناسبت نوروز و در ارتباط با ایام نوروزی و دوست داشتن ایران. برها دشمنی هایی که با نوروز بوده طی این 43 ساله، همونطور که اشاره شد با در گفتگو با خانم سپهری، راه به جایی نبود. نمونه ها و جلوه های بسیار اون رو دیدیم. سپاسی دوباره از شما بانوی گرامی در کانادا. سال خوبی داشته باشید. و اما یک نکته هست، من بارها اشاره کردم در تفسیر خبر که این حق هر کسی هست، حق هر کسی هست که به راهی، اندیشه‌ای، فکری، عقایدی میره، روزی روزگاری و بعد روزی روزگاری اون عقاید رو، اون افکار رو راه درستی نمیدونه. در زندگی عادی هم همینه، در مورد تصمیمات روزانه‌ای که آدم میگیره گاه چندی بعد متوجه میشه اشتباه کرده و اگر ادامه راهی هست از میونه راه برمیگرده و راه دیگری. این رو نه بر کسی میشه عیبی گذاشت، نه مجازاتی، نه این طبیعت آدمی است. اما نکته در اینه که گاهی در مسئولیت هایی انسان ها به راهی میرن که باعث ضرر و زیان به دیگران، ضرر و زیان در عرصه های مختلف هست. و نه تنها ضرر و زیان مثلا مالی یا هر چه دیگه، بلکه حتی جانی. مهم این نیست که فرد مستقیم انجام داده این ضرر و زیان رو یا غیر مستقیم، به هر حال سهمی داشته ولو غیر مستقیم. اگر عضو حزب نازی آلمان بوده در رده های بالای اون و از روز نخست تا به روز آخر ادامه میده این راه رو، خب به هر حال به سهمی شریک هست در اونچه که هیتلر انجام داد و بقیه انجام داد. این رو همینجا من بگم که اهل من قضاوت کردن و حکم صادر کردن نیستم. کار من این هست و معتقد هستم که کار ما این هست که گزارش میکنیم اون چه رو که ناپیداست در میون رویدادها، سعی میکنیم که آشکار کنیم، در معرض نگاه و دید قرار بدیم. این رو هم من متوجه هستم که این حرف و این سخن و این نگاه در بطن خودش نوعی قضاوت ممکنه داشته باشه، ولی من به شدت از اون اجتناب میکنم که در مورد کسی رأی صادر کنم، محکوم کنم. کار من دادگاه نیست، کار من قضاوت به این معنا نیست. اما این هست که بگوییم چه شد، چه کردن برای اکنون ایران و برای نسل‌های آینده. برگردم به سر سخن. در دموکراسی ها به همین خاطر هست شما مجاز هستید هر کاری در چارچوب قانون انجام بدید، اما در زندگی عادی هم اگر مزاحم همسایه شدید یا ضرری زدید، خب سر کار با قانون و قوانین نیست. و اگر قرار شغلی عمومی به شما سپرده بشه،
از این بابت نه اخلاقی که تمام گذشته آدم رو ورق میزنه، که در سمت‌های گذشته، در زندگی گذشته چه کارهایی کرده، چه نقاط ضعف، چه نقاط قوت داره این یک بحثه، و چه کارهایی کرده. اگر مرتکب خطای عمومی شده، خب این صلاحیت چندانی نداره برای اینکه کار مسئولیتی رو به اون بسپریم، از نمایندگی مجلس تا کارهای دیگه، تا ریاست جمهوری. به این خاطره، نه مسئله اخلاقی سر. این دموکراسی است. در دموکراسی ها چنین هست. با همه انتقادهایی که میشه به دموکراسی، درست یا نادرست. اما در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی دارن چنین نیست. هر کس میتونه یا تونسته، آمده، کاری کرده، باعث یا قتل کسانی شده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یا دیگرانی قتلی مرتکب شدن، اونها تأیید کردن با ماندن در کنار اون قاتلان، چه در مسند حکومت چه بقیه. و باز هم زمانی که به هر دلیلی رانده شدن از اون بساط، باز هم آمدن در صف نخست و به مردم گفتن که شما چرایی رو بروید و چرایی نروید، و دیگرانی رو که این سخنان رو پیشتر گفتن حتی باید به اصطلاح انتظار دارن که پای منبر اونها بشینن با دو کلمه هابرماس خواندن و بقیه. کسانی که از زیر عبای ملایان تا روز آخر بودند، زیر عبای ملایان پرورش پیدا کردند، تربیتی اگر سیاسی بوده به معنایی زیر عبای ملا فرا گرفتند. کلمات من نیست، وقاحت آخوند انقلابی و حکومتی و ولایت مدار رو یافتند و باز هم آمدن و از مزایای دموکراسی بهره‌مند شدن و چنین و چنان کردنها رو اعمال کردن و خواستار این شدن که دیگران نیز چنین کنند. متاسفم این رو بگم، شأن تفسیر خبر این نبود و نیست که بپردازه به سخنان مبتذل و آنچه که در این عرصه وانفسای ایران گفته میشه توسط کسانی که از زیر عبای ملایان بیرون اومد. این روزها در رسانه‌های اینترنتی از این قبیل سخنان مبتذل یکی من دیدم که برمیگشت به دوره‌ای که من در صدای آمریکا بودم، آقای مجتبی واحدی. من باز هم میگم شأن من و تفسیر خبر این نیست که به سخنان مبتذل این گونه بپردازم یا پاسخی بدم، اما برای روشن شدن قضیه، آقای مجتبی واحدی سخنانی گفتن در کلاب هاوس، یا به گفته مجری این برنامه کلاب هاوس، از این بابت که در زمان صدای آمریکا تفسیر خبر در اون دوره ایشون هم به خارج اومده بودن از زیر عبای مهدی کروبی و همچنان به عنوان سخنگوی مهدی کروبی برای مدت‌ها بودن و در همین مدت درهای تفسیر خبر به روی بسیاری باز بود از جمله ایشون، و من هرگز به روی ایشون نیوردم، کار من نبود که مورد قضاوت قرار بدم. سخنی دارید بیایید در چارچوب برنامه سخنی ده هست بگید و پرسش های ما. من بارها از مسئولان جمهوری اسلامی هم دعوت کردم که بیان، اما پاسخگوی پرسش های ما باشن، سنت برنامه این هست. و حتی نگفتیم که ایشون به چه اعتباری در عرصه سیاسی ایران هستند. برادرزاده دومین شخص فدایان اسلام، تروریست معروف عبدالحسین واحدی، و به همین اعتبار در سن 23-24 سالگی معاون وزارت دارایی و بقیه مشاغل، مبلغ آفتاب یزد و بقیه موضوع،
بهرمند از مواهب کروبی در بنیاد شهید و بقیه جاها. اینها رو نه به روی ایشون آوردیم و نه سخنانی دید. اما به هیچ وجه خود ایشون اشاره میکنن به طور هفتگی در برنامه بودن و اشاره میکنن به اینکه پرسش های عجیب و غریب از تقاضا کردن که ربع ساعت به ایشون وقت داده بشه که مبلغ تبلیغ کنن کروبی رو، که چنین نه در اینجا نه در صدای آمریکا هرگز چنین اجازه ای داده نمیشه که شما تریبون تفسیر خبر تبلیغ برای یکی از ارکان جمهوری اسلامی، از دزدان جمهوری اسلامی، از کسانی که خواستار بازگشت به دوره طلایی امام هستند، میرحسین موسوی و کروبی، و بعد از سالها که از قطار انقلاب از زیر عبای کروبی به در آمدن چون مزایای عرب و عجم رو نداشت، همچنان که خود کروبی معلم خود رو تنها گذاشت، منتظری رو، و سالهای بعد چون این سخنانی به ابتذال گفتن و متلک های مبتذل تر از متلک های ملایان بر منبر غم انگیز میشنویم. سخنان ایشون رو گفتم، شأن تفسیر خبر این نبود، اما برای ماندن در عرصه اون چی که مربوط به ایران هست میشنویم. ما یک باری در برنامه صدای آمریکا ساعت 4-5 روز بعد از چیز، بعد از شروع حصر آقای موسوی و آقای کروبی، خب من اون موقع برای با من سخنگوی آقای کروبی کار فعالیت میکردم، من زنگ زدم به آقای چالنگی و بهش گفتم که خب من یه سری صحبتی در مورد حصر دارم، خواهش میکنم این برنامه تو برنامه ما یک ساعت و من هفته با آقای چالنگی بنا داشتم. گفتم این برنامه شما اصلا هر چقدر میخوای به مهمان دیگت وقت بده، ولی یه رو 20 دقیقه رو بر من بگذار، من حرفام اونجا بزنم، بزنم حرف منسجم بزنم. گفتم این حرفا چی الان موضوع اصلی صحبت همین موضوع حصر، نه تو هر چقدر میخوای صحبت کن. ما رفتم اونجا و دیدم که ایشون شروع کرد سوالای عجیب غریب کردن و هم از مهمون و از من، ولی نمیذاش وارد بحث همین حصر بشیم. خب بالاخره من دیگه دیدم 10 دقیقه به پایان برنامه بوده، من حرفمو نذارم دیگه، پیدا مثلا گفتم آ یه چالنگی هم چیزی بوده. ایشون گفتش که ببین آقای بایدی باید تکلیف روشن کنیم، وقتی که مثلا آیت الله کاظمی بروجردی در زندان بود آقای کروبی براش چیکار کرد؟ میدونید که آقای چالنگی ارادت هم با آیت الله کاظمی بروجردی داشت، به هر طریقی هر بحث رو قدرت هم خدا رو شکر آقای چالنگی داشت که هر چیز رو بحث کنه با آیت الله کاظمی بروجردی. خلاص بحث کردم، من یا گفتم آقای چالنگی ما دو راه داریم، من میخوام اینجا برسم به صحبت امیر فرشاد، گفتم ما دو راه داریم، یکی اینکه اعلام کنیم ایها الناس هر کسی یک روز با جمهوری اسلامی بوده موظف چشمش رو باید تا آخر با جمهوری اسلامی بمونه، ما چون تحویلش نمیگیریم، یکی هم که بگیم ما آغوشمون بازه هر کس برگشت بیاد، البته اگر کسی دستش به خون آلوده است باید جواب بده، اگر کسی آلودگی مالی داره باید جواب بده، اما که بگیم هر کس چون یه روزی مثلا با آیت الله کاظمی بروجردی ارادت نداشت، حالا دیگه حق نداره برگرده، این خدمت به جمهوری اسلامی. خب بینندگان عزیز خواهید بخشید، گفتم شأن تفسیر خبر نیست به این موضوعات بپردازه، اما از اونجایی که گاه لازم هست چون این گفته بشه، ببینید خود ایشون اشاره میکنن هر هفته بودن در برنامه، و خب اینی که وقت داده بشه که تفسیر خبر چه در دوره نخست چه در دوره کنونی عرصه تبلیغ برای یکی از ارکان حکومت فقیه باشه، ابدا، کسی که رئیس مجلس بوده، کسی که چنین بوده، کسی که چنان بوده، و بقیه موضوعات در تمام قطعات و اتفاقاتی که بوده سهیم بدون تردید، و شما مشاور ایشون. راه سومی هم هست، نه به این طریق طرح مبتذل موضوع، نه، راه سوم این که وقتی در مسند قدرت هستید کناره بگیرید، اونجاست که احترام برانگیزه، همونطور که منتظری در مسند قدرت بود اما به خاطر اعتقاداتی که داشت کناره گرفت. تا پیش از اون مورد طنز مردم بود، اما پس از اون به یک بار فرو خورده شد، تمام
شوخی ها و جوک ها علیه منتظری، از احترام مردم برخوردار بود. این راه سوم هست. اشاره کردن به آقای کاظم‌نیا بروجردی. بله، مسئله خاصی نیست. نه تنها آقای کاظم‌نیا بروجردی، بلکه همه کسانی که در جهت مصلحت و منافع مردم تلاش کرده، هر عقیده و فکری که دارن، مورد احترام من بوده و هستن. نه اونها که هر روز به رنگی در میان، تا زمانی که تبلیغ جمهوری اسلامی و اعضای اون و افراد اون، سرکردگان اون، براشون منبع درآمدی هست. ورنه هر روز دیگه با رنگ و لعاب هابرماس و بقیه موضوعات، به هر حال همه مورد احترام من هستن، اونهایی که در این مسیر هستن، ارادت خاص دارن و مورد احترام. در همین برنامه امروز بانوی ارجمند رو دیدید که نه تنها من مورد احترام میلیون ها ایرانی است، چون صداقت و درستی ایشون و سخنان ایشون موج میزنه در حضورشون. بنابراین از احترام همگان برخوردارن. حق هر کسی هست زمانی به هر چه اعتقاد داشته اما بازگشته، نه اینکه باز هم همچنان به تبلیغ به همون راهی که رفتند ادامه دادند برای بازگشت به دوره طلایی امام و زمانی که به ته کیسه کروبی ها و بقیه رسیدن و از مواهب عرب و عجم در ارتباط با کروبی برخوردار نشدن، اون موقع به سراغ موضوعاتی رفتن که از روز نخست قابل تشخیص بوده، اعدام های انجام میشه، شما اعتراض دارید یا ندارید و بقیه موضوع. گفتم وقت شما عزیزان رو گرفتم، اما این نکته رو باید میگفتم که فرق از میان متحول شدن و آنچه که تعبیرهای مختلفی داره، ما قضاوت نمی کنیم. اما راه سوم این که در زمانی که در عرصه قدرت هستی چرا کنارگیری نمی کنی و اکنون هم حکمی صادر نمی کنیم. حکم نهایی با وجدانهای بیداری است که در راه سرفرازی مردم ایران و ایران زمین تلاش می کنن، فعالیت می کنن. نه چشم به کیسه این و آن دوختند، روزی خمینی و روزی هابرماس و روزی استبداد دینی و روزی دموکراسی دینی یا هر نوع دموکراسی دیگری با لعابی از دیگران. سپاس بسیار از شما عزیزان. به پایان برنامه رسید. اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم. نوروز بر شما خجسته باد، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فرات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.